سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم چی کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به ریاکشن ویدیو دیگه. قرار با هم چی ریاکشن بریم؟ تیفوس از تو ماج که خیلیاتون خواسته بودید، درخواستا بالا بود، میگن که دیسه. میخوایم بریم با هم ببینیم چه جوری هست. اما قبل از هر چیز یاد بشه حتما کانال رو سابسکرایب کنی، اگه از ویدیو خوشت اومد لایک کن و به اشتراک بذار، و اگه حال نکردی حتما دیسلایک کن و دلیلش رو بنویس، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم این ریاکشن ویدیو رو داشته باشیم. کابره که با هم میبریم یه تانک و یه سری خون و یه سری جنازه که معلومه حالا جنگی بوده و جلوش یک انسانی است که شبیه جنگجوی یتنه و اساسین و حشاشین و این داستاناست، و شاید حالا منظور اینه که یتنه جلوتون وایسادم یا این تانک باهاشه، حالا اومدیم براتون و این داستانها. و همین کابر این ریختیه، حشاشین هم گفتم یاده مشکی افتادم که یکی امضایشه. شات اوت تو مشکی. بریم با هم ببینیم که چه خبره. دیریل باشه. سایز تانکام ترسوندت از قم به دستور میدن و اینا چی شد؟ یه بک فوکالی داشتیم اینجا. میدونن همه گشاد دهنت بزرگه، ولی این لغمه برا تو جواب داد آخر دعا کردنت منجی میاد میدوزه جمعه لباتو به گافندی آد منجی شب میاد جمعه میدوزه لباتو لبه، با اینکه لبه دهنت گشاده باز این لغمه برات گنده است. هر چه قدم دهنت گشاده باشه این لغمه برات گنده است. دعا جواب میده منجی با میشه میاد دهنتو میدوزه. دهنشو جریدن ها، دهنی جریده فریاد ولی نی تو جواب داد آخر دعا کردنت منجی میاد میدوزه جمعه لباتو به گافندی عادت کردی دیس ما ولی فکر نیست پسر بود جمد سپاه المهدی سجده کن تا مده بنزین بزن کاسه بدن. اومدیم دیسپت بدیم گاووندی نی مثل قبلی ها اینا. اینجا فکر کنم اشاره میکنم به پوری و ایپاپولوژیست. حالا داستانی بود که خیلی ها میگفتم برای عادی سازی و با هم بسته بودن و بوجه فلان بود این داستان ها. حالا شاپور هم اشاره کرده بود، اینجا هم توماج داره میگه فکر میکنم منظورش همینه. فکر نیست پسر بود جمد سپاه المهدی سجده کن تا مده بنزین بزن کاسه به درد کیه توی کاسه به خون پرچم تروریه که رابده فول کاسه به لیسه کل تیم فاسده تون هیچ جور در نمیاد این زائد جور. خب جا داره یه حالی بپرسیم از آقای امین منیجر که میگفت توماج اومده بود. من اون موقع گفتم بهتون فیکه، بعضیا باور نکردن که ما دایرکت داده مثلا امین بچه خوبی و فلان و مهمان و این داستانه که مشخص بود فیک بود. حالا قبلی یه صحبتای کرده بودیم با براوکس، حالا توماجینا میدونستیم اون داستانه به هر حال فیک بود. و اینجا هم داره میگه دیگه کلا بچه تیم حالا زد بازی که داخل ایرانن که ام جی و ساموئلسون باشن، که پادکستی داشتن تو پادکست میگفتن که اینا حالا مثلا کاسب دردن امثال حالا کسایی که اجتماعی میخوندن و اینا، و کلا خیلی این حرفو میزنن. داره به اونا اشاره میکنه دیگه، میگه اگه ما کاسب دردیم شما کاسب خونید، مثلا این خونه که داره میریزه اینا شما پشت این داستانای دارین حرفا دیگه. ولی یک رابط فول کاسب لیس کل تیم فاسدتون هیچ جور در نمیاد این زائد جور آشتی کنون بود یا بله برون اجماع شغال زیر دست چوپون دسته یا کور دنبال اجماع شغال زیر دست چوپون برعکس دیگه. چوپون به هر حال واسه چیزاست گوسفنداست، این چوپونه احتمالاً دولت و حالا رپرایی که باشون بستن دولت اینا رو اینجا شغال در نظر گرفته. اینم آشتی کنون بود یا بله برون، همون داستان آشتی کنون هم که راجبش کلی صحبت کرده بودیم و اینا که یه طرحیه و اینا. اینم میگه آشتی کنون بود یا بله برون کیو شوهر دادن دیگه. اون اجماع شغال زیر دست چوپون دسته یه کور دنبال رمز عبور فیت میزنه بیرون نه ما بعد دخول حالت دستی را حالت تو ماج حرفاش بالا ولی تکنیکی ضعیفه. مثلا یه تیکه اینجا واقعا بد جو کرد. دیگه کور دنبال رمز عبور فیت میزنه بیرون نه ما بعد دخول حالت دستی را حالت گاهی دستات باز ولی پاوند داری غلام نظام مبلغ فحشی الحق که رب کنه سارن به من میگن رپر تندرو سار الله. چرا اینجا سانسور کرد؟ غلام نظام مبلغ فحشی الحق که رب کنه سارن به من میگن رپر تندرو شوالیه دشمن نظام آره تانک دارم دوتا پادگان تو همه سپاه از پای آها آها. ببین گنگ اینا کف ایران الان زندان هم هست. حالا بچهش گفته بودن، بچه که رفیقاش گفته بودن آقا این قدیمی آهنگ شاید تو این چند روزی که از زندان اومده بود بیرون اینو نوشته بود جمع کرده بود پخش کردن، حالا احتمالاً واسش درسر بیشتری هم خواهد شد ولی گنگ اینا جلو زور وای نمیسونه اینا حرفشو میزنه. اینه دیگه اونجا هم گفت سایز تانک ها الان فهمیدیم تانک ساره چیه دیگه.
شبیه دشمن نظام. آره تانک دارم دوتا پادگان تو همه سپاه از پایین شهر خبر نداری نه اینجا پلیسا بگیر نیستن فراری هم کمی خون زدم به رئیسات که نخوابیدن بازی نیست جنگ چش نذاری پر چش بازی نیست جنگ چش نذاری پر چش رو هم بذاری اومدیم بالا سرت خط. یه همچین حالتی قایم موشک بازی نیست چش رو هم نذار موازه باش خوابت نبره نیستن فراری هم کمی خون زدم به رئیسات که نخوابیدن بازی نیست جنگ چش نذاری پر کلک نذاری شم کابوس اربابتم سدم تشته بی هنر حیفه بی تو حرف رب کربلات تو رو تشت نمی با برنامه میریم جنجالی تیم رو خودتو بانده آب نمیدیم قبل قربانی بهت کربلا تشنه با برنامه میریم جنجالی تیم رو خودتو بانده سرپا میگیریم اینجا سلاخی سیک رب سرپا میگیریم چیکام کنیم معلومه دیگه زرد میشن تش بو 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 با برنامه میریم جنجالی تیم رو خودتو باندت سرپا میگیریم اینجا سلاخی سیک رپ با زیر تیغ با صد سال قدمت سرپا زیر شیت با برنامه میریم جنجالی تیم رو خودتو باندت سرپا میگیریم اینجا سلاخی سیک رپ با زیر تیغ با صد سال قدمت سرپا زیر شیت کت بزن جو فوج خالی ببنده جیبت کوچیکی که گاری بهت بسته بعد جور داده پول حاجی بهت مرز اون من قبلی رو به گاری بستمش رفت شایر داره میگه کت بزن جو فوج خالی ببنده جیبت کوچیکی که گاری بهت بسته بعد جور داده پول حاجی بهت مرزه وگر نه چرا نازی باید لاتی برقصه نه این سهراب اینجا میگفت نازی باید گنگ برقصه بود اوکی خوبه ما میز داریم ما مهمون نوازی میزبانیم ما میزبازی بلدیم و ایستگاهی میزنیم و جوکو کل میدیم ریتالیم به تلاتی تا وقتی که پیکنیک پره تا وقتی که جنس تو چیلیمه گل جوجه از تخم دنبال رین میدوه اوپس بچه پشت میک شیر شده حالا هی استوری اینه دیگه با شایه بود شیر شایه بچه پشت میکروفون شیر شده کلیمه گل جوجه از تخم دنبال رین میدوه اوپس بچه پشت میک شیر شده حالا هی استوری بذار لاتی پر کن فاتح جنگ تو تا نداری کنتور نقشو نگار کن و زبون بازی بول بول تو اینستا ملق و جلو قاضی قنبول تو جیگرشو نداشتی من آره من جامعه تو شهرت سرمایه من زنجیر ظلم تو قلاده پایینی دنیامون فرق داره اوکی تو زنجیر ظلم من زنجیر ظلم داره گردنمه نمیذارم این سری کارا رو بکنم این داستانمو تو قلاده داری یعنی سگ نظامی به قولی برنامه میریم جنجالی تیم رو خودتو بانده سرپا میگیریم اینجا سلاخی سیک رپ با زیر تیغ با صد سال قدمت سرپا زیر شیت با برنامه میریم جنجالی تیم رو خودتو بانده سرپا میگیریم اینجا سلاخی سیک رپ با زیر تیغ با صد سال قدمت سرپا زیر شیت اصلا بس نیستی تو اینا بسلم به تو اصلا پسر پوتین زیر پرچم تو واسه نظام کشی الهام چرخنده تو ریپ پاپ از وجودتون شرمنده شد حالا بگو اینجا کلن داره همین بکسو میگه دیگه حالا من شاید به حسین هم اشاره داشت که میگفت گنگم پرنگا حالا اون داستان رهبری و اینا یه اشاره اونجوری هم داره دیگه به هر حال پوتین و اینا هم بهش اشاره کرده بود شاید توی یکی از آهنگاش فوزیره تیپ با 100 سال قدمت 100 فوزیره شیت اصلا بس نیستی تو اینا وصلن به تو اصلا وصل نیستی میجه اینا به تو وصلن و اینا مشخصه دیگه کیو داره پسر پوتی زیر پرچم تو واسه نظام به کشی الهام چرخنده تو ریپ پاپ از وجودتون شرمنده شو حالا بگو ببینم الهام چرخنده هم که یادمه نمیدونم یه عکس مکسی ازش رو شد و بعدا رفت چادر گذاشت و اومد یه سری حرف زد و این داستانا این تلویزیونی چرا رفت رو تبلیغ ولی خلاصه اینجوری نظام به کشی الهام چرخنده تو ریپ پاپ از وجودتون شرمنده شد حالا بگو ببینم نونش شربه بگو قیمت خون شوری چنده ببینید گنگ تو مصرع نبید گنگ تو مصرع نبید گنگ هم پرنگا رهبری هم اوکی گنگ تو مصرع نبید این هم هم مصرع و بید حالا مصرع و بید اجزایی از تشکیل دهنده شهرن دیگه ولی از اونم بیت رهبری و اینا دیگه نونش شربه بگو قیمت خون شوری چنده ببینید گنگ تو مصرع نبی اسپانسر سپاس که لبیک گفتن رپر نیستن اینا فتکای پر هر اسپانسر سپاس که لبیک گفتن تو آهنگ یه آهنگ بود داده بودم فکر کنم چیز بود کودکس توش لبم گفتن اینا اپیکور هم بود و اینا فکر کنم اشاره به اون داره به صورت خیلی کلی همون تو هم بود که میگفت گنگم پرنگا رهبری هم دیگه اگه شما نکنم تو مصر نبی اسپانسر سپاس که لبش گفتن رپر نیستن اینا فتکای پر حرفن بلدن توی لیگای لومپن در میاد صداشون چون بیچاره قرصن نام پسند خون سیاسی رو دو پهلو چی در میاد حرف ازشون چون بیچاره قرصن دهنشون قرصه یعنی چی تضاد شد که توی لیگای لومپن در میاد صداشون چون بیچاره قرصن نام پسند خون سیاسی رو دو پهلو در میاد صداشون چون بیچاره قرصن آها یعنی الان اگه صداشون رو داریم میشنویم اینا نمیگیرن چون دهنشون قرص بیره جبستشون رو نمیدونم یه تضاد دیه دیگه اینجا اوکی دن توی لیگای لومپن در میاد صداشون چون بیشاره قرص نام پسند خون سیاسی رو دو پهلو بیا پایین اینجا زمین منه من در کی هم پسند خون سیاسی دو پهلو اینجا نمیدونم با کی اپیکور اون هنگ دولار پنجی اونو نمیگه
فکای پر حرفن بلدن توی لیگای لومپن در میاد صداشون چون بیسیاره غرسن نام پسند خون سیاسی رو دو په لوبیا پایین اینجا زمین منه من دریای کلمه تو کبیر لبت ما پرچم خلق جمع دوره یه آرایه تضاد زد پارادوکس این که من دریای کلمه تو کویر لبت حالا این کویر هم اشاره به این داستان داره که حالا به هر حال ویدیو اینو میزنن کویر میشن هم به این داستان که حالا این تضاد در ایجاد کنه حرف ازت نمیتونه من دریای کلمه ام ولی تو کویر لبت حرفی واسه گفتم شاید نداری اینجوری سیرو دو پهلو بیا پایین اینجا زمین منه من دریای کلمه تو کویر لبت ما پرچم خلقیم تو جزیره تهش اون که رأس و زد باقی رو حریف همه پرچم خلقیم تو جزیره تهش کلمه تو کویر لبت ما پرچم خلقیم تو جزیره تهش اون که رأس و کدوم خلق خلق ذهن من میاره یه جا که دوستانم خیلی راجع به اون خلق صحبت کنم بعد باقی رو حریف همه جوره همه جوره آنی هم داوینچی داریم هم داروین اون که عامل همون راوی پیروز جنگ می نویسه تاریخ و اولتیماتوم میگیم ری دقیقاً پیروز جنگ که تاریخ رو می نویسه زمان شاه همه چی فلان بود به استبداد فلان میدونی رو به افول بودیم اونجوری که اینا دارن تعریف میکنن اینا مثل شکوفا شدیم بعد اون یعنی دیوها رفتن و فرشته در اومد اما اینجوری بود که عامل همون راوی پیروز جنگ می نویسه تاریخ و اولتیماتوم میگیم ریتمیک عمامه ها میشن هیستریک هم با تخفنم عمامه ها میشن عمامه دارا میشن هیستریک هیستریک اون به هر حال فاز این که حالا شک میبرن و یکم توهم میزنن اینا رو میگه دیگه فهم کنم رو هر کسی یه جوزی میزنن یا همچون حالتی عمامه که نمیتونه عمامه دار میشه مگر اینکه با آخوند کلن بگی عمامه ریخو اولتیماتوم میگیم ریتمیک عمامه ها میشن هیستریک هم باطن خفن هم ویترین نبر انسان ساز بال دیزنی هم باطن خفن هم ویترین این تو و درون یکی جفت خفن درست ابر انسان ساز دیزنی بال دیزنی البته برای قافیه گفت وگرنه مثلا فهم کنم دی سی مارولی چیزی میگفت چیز سر بود تا دیزنی حالا شاید هم نه نمیدونم شاید هم داره به اونا میگه برعکس داره میگه ولی این عمامه ها میشه استریک شاید اشاره به این عمامه پرونی ها داره که عمامه ها روز سر وقتی آخوندان ترس دارن که الان نیفتن زمین ولی عمامه دار فهم کنم درست سره میشن هیستریک هم با تخفنم ویتری نبر انسان ساز بال دیزنی رب کن میکنه تولید حوزه بیت بله میشه جای خود به دستور میرسه از پومبت سایز تانکام ترسونده رب کن میکنه تولید سایز تانکام واقعا تانک داره این آهنگ که داره مخصوصا تو این شرایط میاد بیرون ایشون میده که تانک پارکینگی داره پارکینگ هم گنده است یه همون اولش اون صدایی که میومد بک فوکال بود همین یه تیکه بود بیت حوزه بیت بله میشه جای خود به دستور میرسه از قومبت تانکام ترزوندت اوکی خب با هم شنیدیم تیفوس و از توماج یه داستانی که هست یه حالا شاید نظریه که خیلی وقتش نمیشه جاش نباشه بگیم این حرفا اما به نظر من توماج شخصی که از رب به عنوان یه وسیله استفاده میکنه که حرفاشو بگه و به شدت موفقه و حرفای درستی میزنه و تانکاشو گذاشته وسط تو داره این حرفو میزنه که خودش خیلی ارزش داره که یعنی همچین تو همچین جایی تو بخوای همچین حرفی رو بزنی و ارزش اصلی کار توماج اینه یعنی اینکه این تانک ها هست و اینقدر گنگ و اینقدر باله ولی لحاظ رپی یه کوچولو ضعیفه یعنی هم لحاظ قافیه‌ای هم لحاظ اجرایی یه سری ضعف‌ها رو توش میبینیم اما توماچ خیلی به نظرم هوشمندانه از این سبک استفاده کرده که حرفاشو بزنه چون به هر حال سبک اعتراضی هم هست و اون هنر خودش اینجا داره نمایش میده اما تو اجرامینه ضعفایی دیده میشه که معمولاً این ضعف اونقدر به چش نمیاد چرا چون داری یک حرفی رو میزنی که یک لازمه ای میخواد که همون همین تانکا باشه که خیلی ها ندارن و همین بولدت میکنه و همین این نشون میده که آقا تو فرق داری با بقیه و اصل داستانه این جرعته میتونه باشه که مثلا مثال بخوام بزنیم توپاک هم یه همچین حالتی بود چقدر رپی خیلی توپاک همیشه قوی نبود چقدر لحاظ حالا قافیه کلمات اینه که ساده بود بیشتر من خودم حالا فن توپاک هم تتوشو دارم رو بدنم و اینا اما توپاک خب واقعا نگاه بکنیم این مشکل داشت اما به خاطر اینکه به مسائل اجتماعی مثل حقوق زن حقوق سیاپوستا و و و اینا خیلی میپرداخت خب این ازش یک رپر قولی ساخته بود ولی مثلا توی حالا دیس بازی و فلان و اینا اگه ببینی یکم لفظش خب خیلی دم دستی و شاید قافیه هاش نسبت به اشخاصی که اون موقع بودن مثل بیگی بیگل یا مثلا بیگ پان و حتی ناس و اینا خیلی چیز نبود اما خب به یاد بیشتر مونده یعنی اون شعری که ازش باقی موند یه زندگی دوباره شد واسش به قول علی سورنا و زنده نگرش داشت به خاطر اینکه درد مردم رو درک می‌کرد و راجع به این داستانا صحبت می‌کرد حقوق زن رو میگم حقوق سیاپوستا و و و و و و این حرفا و توماج هم اینجوریه الان توی همچین وضعیتی تو داری یه کاری تولید میکنی که هیچکی
تولید داره نمیکنه. حالا شاید بعضی هم دارن تولید میکنن، اما انقدر زبون تهاجمی و انقدر روک نیست و اونم داخل خود ایران. میدونی حالا از بیرون داریم، روکتر هم داریم، حالا شاپور هست، فدایی هست، هیچ کس هست و و و و و بچه پایدار این ور اون ور بقیه. ولی خب تو ایران این داستان، همین داستان نشونگره که چه مرد بزرگیه که داره از چه چیزایی میگذره، این حرفا رو میزنه و چقدر درست و هوشمندانه داره از این بازی استفاده میکنه و این اسم توماج رو ماندگار خواهد کرد و این ارزش والای کار اونه. حالا که هرچند هم ضعفایی تو کارش باشه، مهم اینه که داره یه کار تابوشکن بزرگ انجام میده و حرف دل مردم رو میزنه، حرفی که خیلی ها جرات ندارن. اصل کار اینه و دمش گرم، یعنی اصلا هیچ ایرادی هم نیست بازش بگیریم و اینا، این اصل کاره، الان لازمه و توماج تو این داستان اصلا میشه گفت بهتره داخل ایران. یعنی بهتر که نمیشه گفت، میشه گفت جرأت داره میدونی و اینجوری. و حالا خلاصه الان هم که این داستانه که حالا آزاد شد و سری گرفتنش و الان هم با این که توی زندانه این آهنگ داره میاد، شرایط عجیبیه. امیدوارم اتفاق خیلی عجیب غریبی واسش نیفته. و این نکته ای که خیلی جا داره بهش اشاره کنیم و اینها، اینه که زمانی که همه خفه میشن، خفه قوم میگیرن، هیچی نمیگن، اون یه نفری که داره حرف زنه خب بولد میشه و گرفتنش آسون میشه. اما اگه همه هم صدا باشن داستان فرق میکنه و بعضی ها حالا به خاطر شرایطشون، بعضی ها به خاطر اینکه حالا بیزینسشون تو خطر نیفته و اینها، اینا همه سکوت میکنن و در نتیجه آدمای شجاع اینجوری بلوپ میزنن ویرا. اما در صورتی که اگه مثلا ما 200 تا رپر تو ایران داریم، 200 تا اینجوری کار کنن، هر 200 تا رو نمیشه گرفت، میگیری چی میگم؟ و حالا ولاگرا هر چیز دیگه ای که هست، یکم بازی سخت‌تر میشه. اما به خاطر ترس یه سری آدمای شجاع تو اون قسمتی که حالا ظلم هست و اینا، میان بیرون دیگه، بلوب میان بیرون. یه انیمیشنی بود که میدیدم، من حالا نمیشه اینجا گذاشتش، که بالای سرش یه پره میچرخید، هر کله رو میورد زده میشد و خب اکثرا در ترس این نمی اومدم بالا. یه همچین حالتی، و اون که میاد بالا خب داستان میشه. در صورت دمش گرم، واقعا پهلوان زمونه است. اصلا چی بگیم دیگه، انقدر خفن تو، انقدر میای حرفت رو راحت و روک میزنی و این داستانو، واقعا تانک میخواد، واقعا تانک میخواد. دمش گرمش، خسته نباشید، میگیم به خودش و تیمش. امیدوارم که اتفاقات عجیب و بدی واسش نیفته و روزایی رو ببینیم که توماج کنسرت میذاره تو ایران، توی جایی که لازم نیست همچین آهنگای بخونی دیگه. و دمش گرم، بهش خسته نباشید میگم. امیدوارم که شما هم لذت برده بوده باشید. بنویسید نظراتونو حتما توی کامنت ها و میخونم همه رو. دمتون گرم تا ویدیو بعدی. امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه. سی یو سون.